با اینکه مهاجرت بشر از صدها هزار سال پیش وجود داشته، ولی مفهوم مهاجرت به معنی مدرن اون زمانی اتفاق میفته که افراد از یک ملیت و کشور به کشوری میرن که شهروند اون نیستند. مردم معمولاً برای این کار دلایل زیادی دارند، مثل دور شدن از شرایط نامساعدی مثل فقر، بیماری، مسائل سیاسی، مذهبی، جنگ، بیکاری و دلایل بسیار دیگه. در مقاله اومده بزرگترین مهاجرت داوطلبانه مردم در دورانهای اخیر بین سالهای 1850 تا 1914 بوده، یعنی سالانه حدود 1 میلیون نفر. بنا به گزارش بانک جهانی، حدود 10% جمعیت جهان در این دوره زمانی در حال مهاجرت بودند، در حالی که امروزه این نرخ به 3% رسیده. من ایمان ملکوتی هستم و خوشحالم که با یک فصل مشترک دیگه باز با شما همراه شدم. بعد از جنگ جهانی دوم، همونطور که وضعیت کشورهای اروپایی بهتر شد، این کشورها به مقصد جذابی برای مهاجران تبدیل شدند. اونها هم درهای خود رو به روی مهاجران گشودند تا در بازسازی اقتصادی بهشون کمک کنند. به طور مثال، در طول دوره 1950 تا 1960، یکی از قابل توجه ترین تعداد مهاجران بعد از جنگ جهانی دوم مهاجران ترک در آلمان بودند که به عنوان کارگران مهمان به این کشور وارد شدند. روند مهاجرت مردم از کشورهای استعماری به اروپا باعث شد که تغییرات اجتماعی و جمعیتی بزرگی در این کشورها به وجود بیاد. همزمان با اون، با وجودی که موانع سخت مهاجرت در ایالات متحده به تصویب رسیده بود، ولی موج جدیدی از مهاجرت به امریکا از سمت آمریکای لاتین و آسیا آغاز شد. گزارش ها حاکی از اونه که پدیده مهاجرت نه تنها متوقف نشده، بلکه رو به افزایشه. بنا به گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، تعداد کل مهاجران بین سالهای 2000 تا 2010 از 150 میلیون نفر به 214 میلیون نفر رسیده. و یا بر طبق آمار تخمینی که از سوی سازمان ملل متحد منتشر شده، در حدود 190 میلیون مهاجر بین‌المللی در سال 2005 وجود داشته که 3% از کل جمعیت جهان را شامل میشه. چند پیش گفتگویی داشتم با خانم آذین ارباب، وکیل مهاجرت، و از ایشون در خصوص ماهیت این موضوع سوالاتی کردم. ازتون دعوت میکنم در این بخش از برنامه بیننده این گفتگو باشید. آذین ارباب عزیز، ممنونم که به برنامه فصل مشترک اومدی و با بینندگان این برنامه همراه شدی. خیلی متشکرم برای اینکه منو دعوت کردین. خیلی خوشحالم که اینجا هستم. ممنونم. آذین جان، شما به عنوان وکیل مهاجرت، می‌خواستم ازت بپرسم که توی دنیایی که درش زندگی می‌کنیم، چه عواملی در کوچ اجباری و یا مهاجرت افراد در جوامع مختلف انسانی نقش دارند؟ کلاً به صورت عمومی پدیده مهاجرت یه پدیده اجتماعی هستش و نوعاً در مطالعات امور اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیره. ولی اخیراً به خاطر کنش‌ها و واکنش‌هایی که بین کشورهای مبدأ و مقصد ایجاد شده، مخصوصاً کنش‌ها و واکنش‌های حقوقی، مهاجرت رو در مطالعات امور حقوقی و قضایی هم خیلی مورد بررسی قرار دادن. به صورت کلی اگر ما بخوایم یه مدلی برای دلایل مهاجرت پیدا بکنیم، مدلی رو که کلن روشنفکران الان و دانشمندان مورد بررسی قرار میدن، مدلی هستش که به اسم بازپس زده و جذب کننده هستش. به صورت کلی بررسی میکنن عواملی رو که افراد رو مجبور میکنه که کشور خودشون رو ترک بکنن و همچنین عواملی که باعث میشه افراد جذب بشن به کشورهای مقصدشون. به صورت کلی عواملی که دلایل مهاجرت رو به وجود میارن، میتونیم به صورت عوامل اقتصادی در نظر بگیریم که پیدا کردن شغل یا وضعیت اقتصادی بهتر از جمله عوامل بسیار مهمی هستش. و بر اساس آمارهای جدید سازمان بین‌المللی کار، مخصوصا
تقریبا نصف مهاجرت هایی که در حال حاضر داره انجام میشه به دلیل مهاجرت های اقتصادی هستش، برای رفاه اقتصادی. دقیقاً. از عامل اقتصادی گفتی، چه عامل های دیگه ای میتونن در این میون نقش داشته باشن؟ از عوامل دیگه ای که میتونیم اشاره بکنیم بهشون، عوامل سیاسی هستن، مثل جنگ های داخلی و یا حتی امور مذهبی که در حال حاضر به خصوص در خاورمیانه ما مشاهده میکنیم که باعث شده تعداد بسیار زیادی از افراد کشورهای خودشون رو در خاورمیانه ترک بکنن و به سمت کشورهای غربی، اروپایی و حتی آمریکایی مهاجرت بکنن. در حال حاضر در مخصوصا در سال 2015 به دلیل جنگ‌های داخلی در سوریه ما بیشترین میزان مهاجرت رو بعد از جنگ جهانی دوم داشتیم، به صورت پناهندگی که افراد مجبور بودن کشور خودشون رو ترک بکنن. عوامل دیگه که میتونیم اشاره بکنیم، عوامل رفاهی هستن، عوامل فرهنگی و یا عوامل اجتماعی هستن که معمولا افراد برای یک آزادی‌های بیشتر یا رفاه اجتماعی بیشتر امکان داره کشور خودشون رو ترک بکنن و جذب بشن به طرف کشورهای میزبان. به یک مسئله مهم اشاره کردی و اون مسئله آزادی بود که افراد برای به دست آوردن آزادی که ازش محروم شدن، جامعه تازه‌ای رو برای زندگی انتخاب می‌کنن. همونطور که آزادی که از حقوق اساسی انسانی هست، به نظر شما به عنوان یک وکیل، آیا مهاجرت، خود پدیده مهاجرت جزو یکی از حقوق اولیه انسانی میتونه محسوب بشه، یک امتیاز صرفا؟ پدیده حرکت یا حتی کوچ کردن یه حق فردی هستش و ما نمیتونیم ممانعت بکنیم افراد رو از اینکه حرکت بکنن یا به یک محیط جدیدی منتقل بشن. ولی در حال حاضر در جامعه‌ای که ما داریم زندگی می‌کنیم، این حق فردی و حق حرکت فقط محدود به مرزهای داخلی یک کشور هستش و اگر بخوایم بهتر بیانش بکنیم، به صورت یک آزادی کامل نیست. حتی در قوانین بین‌المللی هم این حق رو فقط شامل این میدونن که دولت‌ها نمیتونن افراد رو مانع حرکت افراد بشن یا مانع ترک کردن کشورشون بشن. دلیل دیگه ای که ما این رو نمیتونیم مانع آزادی کامل در نظر بگیریم به دلیل این هستش که این آزادی فردی باید وقتی که در حد بین‌المللی بررسیش میکنیم و خارج از مرزهای یک دولت رو در نظر بگیریم، باید مطابقت بکنه با حفظ امور ملی اون کشور مقصد. به همین دلیل هستش که دولت مقصد و یا دولت میزبان یه سری قوانین رو باید بذاره و به صورت آزادی کامل نخواهد بود. به مسئله سوریه اشاره کردی و مهاجرت ناخواسته‌ای که گروه‌های زیادی از جوامع مختلف انسانی مجبور هستند که متحمل بشند و به کشور تازه‌ای برند. توی پدیده جنگ میدونیم که کودکان و زنها بیشترین آسیب رو متحمل میشن. فکر میکنی جوامع میزبان چطور میتونند این مهاجرین تازه وارد رو حمایت بکنن تا راحت تر جذب جامعه بشن؟ در رابطه با این که آیا کشورهای میزبان آمادگی پذیرش زنان پناهنده رو مخصوصا از کشورهای خاورمیانه دارن، متاسفانه باید بگم نه. در حال حاضر آمارهای مختلفی نشون داده میشه و پروژه‌های مختلفی داره انجام میشه که زنها که کشورهای خودشون رو ترک کردن و وارد کشور میزبان شدن، هنوز در محیط جدید خودشون ادغام نشدن و هیچ برنامه سازمان بندی شده ای وجود نداره که بتونن کمک بکنن که اینها راحت تر بتونن به محیط جدید خودشون عادت بکنن. و یکی از دلایل مهمش هم این هستش که همیشه وقتی که تحقیق در رابطه با امور مهاجرت انجام میشه، این هستش که دلایل مهاجرت چیه. هیچ وقت ما تا حالا هیچ تحقیق انجام نشده که در رابطه با قشرهای مختلفی که مهاجرت میکنن. به همین دلیل نیازهایی که زنان و مردان مهاجر دارن کاملا با هم متفاوت هستش، علل خصوص زنانی که در حال حاضر دارن از خاورمیانه مهاجرت میکنن به دلایل پیشینه مذهبی و فرهنگی که داشتن، ادغام پذیری اونها توی محیط جدید خیلی سخت‌تر خواهد بود.
عواملی که میتونیم مثلا بهشون نگاه بکنیم خیلی خیلی شاید خیلی مسائل به نسبت ساده ای به نظر بیاد، ولی هیچ دولت ها آمادگی روبرو شدن با اونها رو ندارن. مثلا اینکه به دلیل تفاوت فرهنگی که دارن امکان نداره که اینها بتونن در محیط ها یا سرپناه هایی باشن که شاید مردها هم هستن یا افراد دیگه هم زندگی میکنن، برای همین باید سرپناه های مناسبی براشون آماده بشه. و یا اینکه به دلیل پیشینه مذهبی و فرهنگی که دارن راحت نمیتونن با محیط جدید خودشون که یک فرهنگ کاملا متفاوتی داره وابستگی پیدا بکنن. به همین خاطر باید یه سری سازمان هایی وجود داشته باشه که بتونه بهشون کمک های اولیه رو برسونه، کمک های اولیه و همچنین کمک های روحی و روانی رو خیلی نیازمند هستن، به خاطر اینکه اکثرا وقتی که خیلی به صورت افسردگی شدید مخصوصا پیدا میکنن. بر اساس حالا چند تا از نمونه هایی که من بررسی کردم، افسردگی های شدید پیدا میکنن، به همین دلیل آسیب پذیرتر میشن و وقتی یه نفر نزدیک میشه بهشون خیلی سریع اعتماد میکنن و این باعث میشه که خیلی راحت بتونن یک قربانی قرار بگیرن برای آزارهای جنسی و یا خشونت های خانگی. من معمولا حتی از اونها به عنوان افرادی استفاده میکنن که بتونن خیلی جرم های کوچیک رو انجام بدن. از این نمونه موفقی وجود داره از جوامعی که میزبان این مهاجرین یا پناهندگان بودن و تونستن این پروسه جذب اونها رو بهتر تسهیل بکنند و امکانات بیشتری رو براشون فراهم بکنند تا اونها راحت تر جذب بشن در جامعه‌ای که بهش اومدند؟ یکی از مناطقی که من خودم باهاشون کار میکردم دیترویت هست، شهر دیترویت هست در ایالت میشیگان، که شهر دیترویت بیشترین میزان مهاجران مسلمان رو داره و به خاطر همین اداره پلیس دیترویت با همکاری با مساجد و همینطور گروه های مختلف مسلمان در دیترویت تونستن یک برنامه رو برنامه ریزی بکنن که بتونن راحت تر همکاری بکنن با افرادی که مخصوصا مهاجران جدیدی که از کشورهای خاورمیانه داشتن می اومدن که بتونن کمکشون بکنن راحت تر. اقداماتی که انجام میدادن این بود که نه فقط از لحاظ مذهبی، نه، سعی میکردن مثلا براشون خونه راحت تر پیدا بکنن، آشناشون میکردن با مامورین پلیس یا سازمان های مختلفی که وجود داشت توی منطقه زندگی میکردن که بتونن راحت تر با زبان عربی باهاشون صحبت بکنن، کلاس های زبان براشون گذاشتن. همه اینا با همکاری بین اداره پلیس و سازمان های مختلف مذهبی انجام شد که باعث میشد وقتی که این مهاجران وارد میشن یه اعتمادی به دولت امریکا و اداره پلیس اونجا هم داشته باشن و اگر مشکلی براشون پیش میمد راحت تر میتونستن که گزارش بدن و یا احساس آزادی و امنیت بیشتری توی محیط جدید خودشون داشته باشن. ازت ممنونم آذین ارباب که امروز با من و بینندگان فصل مشترک همراه بودی. خیلی متشکرم. مرسی که یک فصل مشترک دیگر رو تا پایان با ما همراه بودید. شبکه های اجتماعی و کانال تلگرام ما رو فراموش نکنید. اگه انتقاد، پیشنهاد و یا نظری دارید میتونید از طریق آدرس ایمیلی که در پایین صفحه میبینید مستقیماً با تهیه کنندگان برنامه فصل مشترک در ارتباط باشید. مثل همیشه فکر میکنیم پیدا کردن پاسخ هر پرسشی میتونه ما رو یک قدم برای رسیدن به یک فصل مشترک نزدیک تر کنه. تا یه برنامه دیگه، هوای همو داشته باشید.